سلام دوستان خوبم، به کانال آشپز خونه خوش اومدید. امروز با هم نون شیرمال پفی درست میکنیم. این نون شیرمال که فوق‌العاده لذیذ و نرم هست، به نون ژاپنی هم معروفه. همونطور که میبینید من توی مقداری از این نون ها نوتلا کردم، شما میتونید از شکلات هم استفاده کنید. مواد لازم: آرد 300 گرم، شیر خشک 30 گرم، شکر 30 گرم، خمیر مایه خشک 7 گرم، نمک 7 گرم، تخم مرغ 1 عدد، کره آب شده 40 گرم، آب ولرم 180 میلی لیتر. ابتدا تمامی مواد خشک رو یکی پس از دیگری به جز نمک به آرد اضافه میکنیم. تخم مرغ رو اضافه میکنیم، هم میزنیم و سپس کم کم آب رو اضافه کرده و مواد رو با هم مخلوط میکنیم. نمک و کره رو برای مرحله آخر کنار میذاریم. مواد رو کاملا با هم مخلوط میکنیم و به وسیله همزن برقی 6 دقیقه میزنیم. دوستان اگر مثل من همزن برقی دستی دارید، بعد از 3 دقیقه همزنتون رو خاموش کنید تا نسوزه. نمک رو به کره ذوب شده اضافه کرده و کاملا هم میزنیم. دوستان بعد از 6 دقیقه هم زدن خمیرمون به این شکل در اومده. کره و نمک رو به خمیر اضافه میکنیم و 6 دقیقه دیگه با همزن هم میزنیم. در واقع خمیر باید 12 دقیقه هم زده بشه و اینجا الان میبینیم که بعد از 12 دقیقه به این شکل خمیر در اومده. خمیر رو چندین بار جمعش میکنیم و این خمیر یک حالت خیلی نرم و لطیفی رو داره. خمیر رو درون کاسه قرار داده و میپوشونیم و به مدت 1 ساعت در یک محل گرم قرار میدیم. بعد از 1 ساعت خمیر ما حجمش 2 برابر شده و به این شکل در اومده. من از قبل فر رو به مدت 10 دقیقه روی حرارت 40 درجه گرم کردم و فر رو خاموش کردم و خمیرم رو به مدت 1 ساعت توی فر قرار دادم. خمیر رو روی محل کارمون شکل میدیم، جمعش میکنیم و دوباره بازش میکنیم، تاش میکنیم و جمعش میکنیم. این کار رو 4 تا 5 بار انجام میدیم. خمیر رو به 5 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. هر کدوم از این قسمت ها رو دوباره به 2 قسمت تقسیم کردم. یعنی در واقع ما 10 تا خمیر کوچک داریم. خمیرها رو به صورت توپ فرم میدیم، شکل میدیم و به مدت 10 تا 15 دقیقه روش رو میپوشونیم تا دوباره 2 برابر بشه حجمش. خمیرها رو دونه دونه باز میکنیم، فرم میدیم، تا میکنیم و دوباره بازش میکنیم. این کار رو چندین بار انجام میدیم. در مرحله آخر خمیر رو باز میکنیم و لوله میکنیم و در ظرف مخصوص فر قرار میدیم. یادتون باشه که روی خمیرها رو بپوشونید تا خشک نشن. این کار رو برای همه خمیرها انجام میدیم. تا
دوستان اگر از ویدیوهای من خوشتون اومد کانال من رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم پیشنهاد بدید. خوشحال میشم اگر نظراتتون رو هم برای من به صورت کامنت بنویسید. دوستان با تکرار عملیات باز کردن خمیر، تا کردن و دوباره رول کردن اون، نانی که ایجاد میشه نان بسیار لطیفی خواهد بود و نان کیفیت بسیار خوبی خواهد داشت. خمیرمون رو میتونیم یا ساده بپیچیم یا با موادی که مورد علاقمون هست پر کنیم. من بعضی از این نونها رو با نوتلا پر کردم و پیچیدم که بسیار خوشمزه شدن. شما میتونید به جای نوتلا از خرما یا حلوا استفاده کنید که البته دل بخواهی هست. پیچیدن نان ها سلیقه‌ای هست و من به شکل‌های متفاوتی این نون ها رو پیچیدم و شما هم میتونید با سلیقه خودتون به شکل‌های دیگه این نون ها رو در بیارید. بعد از پیچیدن همه نونها و قرار دادن اونها در ظرفهای مخصوص فر، روی اونها رو با سلفون میپوشونیم و به مدت 15 دقیقه در محلی گرم قرار میدیم. همونطوری که میبینید نونها دوباره حجمشون دو برابر شده. یک عدد ذره تخم مرغ رو با دو قاشق غذاخوری شیر مخلوط میکنیم و برای رومال نون از اون استفاده میکنیم. این نون ها ساده پیچیده شدن و با مخلوط شیر و تخم مرغ رومال میشن. اینها هم نون های شکلاتی هستن که دوباره با مخلوط شیر و تخم مرغ رومال میکنن. فر رو به مدت 10 دقیقه با حرارت 180 درجه سانتیگراد گرم می‌کنیم. نون‌ها رو داخل فر می‌ذاریم. بعد از ربع ساعت نون‌ها به این شکل در میان که می‌بینیم. بعد از نیم ساعت نون‌های ما طلایی رنگ شدن و آماده هستند. نون‌ها رو از فر بیرون آورده و مقداری کره روی نون‌ها می‌مالیم. دوستان بوی عطر نون‌ها همه جا رو فرا گرفته. نون‌ها بسیار زیبا هستن. امیدوارم که بسیار خوشمزه هم باشن. با هم می‌بینیم. همونطوری که می‌بینید نون‌ها بسیار نرم و خوشمزه شدن و می‌بینید که من الان اینو از هم جدا می‌کنم. ببینید چقدر نرمی. می‌بینید پف نرم و الانم ولرمه. فوق‌العاده خوشمزه است و ما الان تصمیم داریم که دوتاشو بخوریم. اینم رول های سادمون هست که پیچیدیم، خنک شدن و میبینید الان که من امتحانشون میکنم. فوق‌العاده نرم و الان ببینید من اینو باز میکنم از هم. چه کیفیت خوبی داره، مثل پنبه واقعا. اینجا میگن مثل ابر، لایه لایه ببینین از هم جدا میشه. نشون میده که کیفیت بسیار عالی داره.
دوستان بهتون توصیه میکنم حتما این نون خوشمزه رو درست بکنین و از خوردنش لذت ببرید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.